بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزی خود شروع میکنیم بخیر و سلسله درس های گذشته خود از درس 66. خب در پروگرام تردی مکس به خاطر آسانی کار ما بعضی از لوازم ضروری ساختمان به شکل آماده است که ما میتونیم از او به بسیار آسانی استفاده کنیم و چیز بکنیم، وقت خود زیاد صرف نکنیم، که از جمله هم یکی دروازه یا دور می باشه که در پروگرام 3D Max آماده است. ما میتونیم فقط از او گرفته و با اندک تغییرات که خواسته باشیم، اگر تغییراتی بیاریم، اندک تغییرات دو بیاریم و چیز بکنیم، از او استفاده بکنیم. خب که آدرسش در این قسمت است که میری در قسمت Create Geometry، بعد از او میری از قسمت پنجره ها دوره انتخاب میکنی و انواع دور یا دروازه ها هم در اینجا است که به سه بخش تقسیم شده و انواع دروازه را میتونید ترسیم بکنی. یک نوع دروازه، دو نوع و سه نوع دروازه هست و در اینجا هم تغییرات را در دروازه تا به بار میری. خب میریم در قسمت صفحه ترید مکس باز بکنیم. خب در صفحه ترید مکس که باز کردیم، از قسمت ریسنت بگیریم که به حالت اولی صفحه بر بگرده، بعد از میریم مال دبلیو رو بگیریم. مال دبلیو رو که گرفتیم، قسمت کریت، قسمت جیومتری، قسمت پنجره ها میریم چیز دوره انتخاب میکنیم. دوره که انتخاب کردیم چیزی به نام پیوت در ابتدا است. خب پیوت میرید اول طول دروازه، بعد از او عرض دروازه، بعد از او چیز میکنیم ارتفاع دروازه را انتخاب میکنیم. خب وقتی که به این شکل عمل انجام دادی، میرید در این قسمت، در این قسمت که رفتی در قسمت مودیفای، بلندیش، عرض دروازه، قسمت دپت یا امو زخامت خود دروازه. خب دروازه دبل دور دو پلهی باشه. ببینید زمانی که از این قسمت ما از قسمت اوپن بازش میکنیم، دو پلهی باشه نباشه، یک، به کدام طرف باز شود، داخل بیرون، به قسمت راست باز شود، چپ. خب ایناله ببینید قسمت چپ راست. ما میتونیم تنظیمات از این قسمت هم چیز بکنیم انجام بدیم. خب میایم در قسمت پایینی، create frame، به خاطر چارچوکاتش است. چارچوکاتش wide، عرضش چقدر باشه، depth، ضخامتش چقدر باشه، door offset خود ایران باشه که در وزاره تغییر بدیم. در این قسمت سری قسمت چیز میکنه، کار میکنه door offset، از لخک خودمو چپ راست دروازه چقدر دور باشه. خب این دیگه چیزای چیزش هست که امو دیگه شرط هایش هست که باید ما سرش چیز بکنیم، تدویق کنیم. ببینیم زمانی که در قسمت تیکنس ما کلک میکنیم، امو چوکات خود دروازه را چیز میکنیم، لبه های خود دروازه را کم و زیاد میسازه. ببینیم تغییرات از قسمت پایین خود خامه دروازه را به دو بخش تقسیم میکنه، به هر قدر خواسته باشه. وی در قسمت پایین هم میتونیم که مو قسمت مونتاین، قسمت مونتاین چیز میکنیم، اما چفتی های تقسیم شده ها را کم زیاد بسازیم، به شکل یک دخت دروازه باشه، به شکل یک دست باشه. میتونیم چیز بکنیم بیدیم. خب مثلا بیول انتخاب میکنیم، بیول انتخاب میکنیم به این شکل با به این تغییرات خود. خب قسمت در قسمت بیول در قسمت ما زیادتر یک کمی میپیچیم. خب سر بیول یک کمی زیادتر گفتیم که بپیچیم، بخاطر از اینکه ما میتونیم که از قسمت بیول یک کمی دروازه خود و شکل چیزش یک کمی دیزاین یا شکل بتیم شه. خب بریم یک کمی از این قسمت تکنس امو حجم زخامت خود در وزاره کمتر می سازیم، زخامت شکل کمتر ساختیم به این شکل و به این شکل هم یک کمی پایین می سازیم شه، بزرگتر می شود. خب دو و دو هر دوی از این را باقی می مونیم. خب در قسمت ما یک کمی زیادتر می سازیم. این در قسمت پایین، قسمت گلاتیکی را 25 اومگا بگیره میشه. خب این را به قسمت
به این اندازه باقی میمونه. خب این رو به ما اندازه میریم بیول انتخاب. بیول که انتخاب کردیم میریم از قسمت ما تغییرات خود میتونیم چیز کریم. مثلا در حساب بیول انگل به شکل تغییرات ورد میکنیم و در قسمت تکنیس وان به این اندازه. خب و میریم در قسمت تکنیس دو هم یک تغییرات و در قسمت تکنیس سه در یک تغییرات و در قسمت وید وان به این شکل و در قسمت وید دو هم به این شکل همون دروازه ما یک شکل برای خود گرفت. خب باز این نظر به خواست خودتان است که شما چقدر میتونید از این دهی تغییرات را وارد کنید. خب این در جایش باقی میمانه میرین در قسمت کلید میرین در قسمت بی فولد. بی فولد نو شکل یا نو دیگری است دروازه است. خب بیرین به این شکل میگذاریم و میرین به اون طرف شکل دومی دروازه را میگیریم. خب طول دروازه عرض دروازه بلند میکنیم. خب ببینید زمان عین شکل است در این قسمت ابتدایی از واید دپ هایت اول طول عرض دروازه را بعد زخمت دروازه را بعد از های بلندی دروازه را اگر نکه شما تغییر بدین که اول عرض دروازه بعد از بلندی دروازه و بعد از زخمت دروازه شما میتونید که چیز بکنید تغییر بدین را. خب در قسمت پایینی از او میتونید که شما طول دروازه را تعیین بکنید عرض دروازه را دپت دروازه را خب دبل به شکل دو دانه باشه و یکی کمتر باشه. خب بهتر است که در اوپن اینا چیز بکنیم. ببینید دروازه‌ای که دروازه‌ای ملی بس براتون بگیم که اکثرا از ملی بس‌های افغانستان هم تو یک شکل داره باز شده. خب اگر دبل باشه به دو طرف باز میشه. ببینید به دو طرف دو پدری باز میشه و یا ای که به کدام طرف باز شده چی میکنه شما ای را تغییر نباشه تغییر میده. خب اگر دبل نباشه باز میتونه شما ای را به دو طرف های تنظیمات سرشه بکنید که به کدام طرفی باید باز شده. خب در قسمت پایینی از این میمک ایجا کریت فریم در قسمت فریم شما قسمی که قبلا در مدیگا افتیم فریم شما میتونه تغییر بده. در قسمت تکنس همو میتونیم که در خود دروازه طول و عرض و زخامت شده بده. میتونیم دروازه رو به بخش های تقسیم کنیم به خاطر شکلش. در قسمت بیول از این همو میتونیم چی بکنیم برای شما یک شکل خاصی به خود دروازه بده. خب این شکل دوم دروازه بده. میریم باز هم در این او طرف انتقال میدیم شکل دیگه دروازه را ترسیم میکنیم. خب شکل دیگه دروازه را که ترسیم میکنیم خب ایشون یکم بزرگتر میسازیم که همراه دیگه معلوم شده که دروازه ترسیم شد. خب میریم در قسمت سلیدنگ در قسمت سلیدنگ هم چیز میکنیم دروازه ترسیم میکنیم. در قسمت دروازه خود این قسمت که دروازه ما ترسیم میکنیم ببینیم برای در قسمت مودیفایش در طولش عرضش بلندیش عرضش و زخامتش. خب میریم در این قسمت مربوط اوپن میشه. این دروازه اکثرا دروازه های نظامی است که یا در جاهایی که اما موتراز زیاد رفت آمد داشته باشه و اکثرا ما در جاهای نظامی از اینا دیدیم. خب میریم در این قسمت ببینیم که تغییرات ما میتونیم چیز بکنیم وارد بکنیم به این طرف باز شده یا ای چیز میکنه در این قسمت فلیپ فرانت بک ای به این طرف به طرف پیش روی باز شده و یه که به طرف پشت سر باز شده و یه هم به طرف پیش روی باز شده و یه که به طرف پشت سر باز شده. یعنی این معلوم میکنه که در اون طرف دروازه امی دروازه برخود جا بگیره در عقب دروازه استاده قرار بگیره و یه که در قسمت پیش رویش و ای هم سمت بازش راست باز شما و یه که چپ باز شما برای ما چیز میکنه تایید میکنه. خب در این قسمت هم ما میتونیم موسفره میشه چیز بکنیم تغییرات را وارد بکنیم. خب همین خود در این قسمت هم دور آفست موقعت دروازه را در قسمت لخک دروازه یا چپ راست دروازه میتونیم تغییرات را وارد بکنیم. در قسمت تکنس هم ما میتونیم در خود دروازه تغییرات وارد بکنیم و چند بخش دروازه را تقسیم بکنیم
و یک قسمت هم چفتی های دروازه را در قسمت هیچ نباشه، اما قسمت های تقسیم شده دروازه و یکی باشه به این شکل. یه هم قسمت بیول که میتونیم در دروازه یک شکل خاصه جا که ما خودمون مثلا خواسته باشیم یک دیزاین در رو بکنیم چه بکنم میسازه این حالا بدیم که ما بریم باز رو بکنیم و این شکل دروازه به شکل نیمه باز. خب این هم یک کمه کوچکتر میسازیم و یک کمه چرخش هم میدیم و انتقالش هم میدیم یک کمه پشت سر سینما دروازه چیز کردیم تشمیم کردیم ایمه فشار میدیم برش یک رنگ هم میدیم. خب میریم بریم قسمت بیتمپ میگیریم یک رنگ چوب برش میدیم. خب همی فکر کنیم یعنی یک رنگ چوب نیام چیز درس امروزی. خب این بود درس امروزی ما که ترسیم دروازه ها بود. تا درس بعدی خداوند یارو نگهدارت.